با نام یاد خدا و با درود بر شما بیننده های گرامی، شما بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون جهانی افغانیوس هستید. قرار است در هفته جاری لوی جرگه عنعنوی برگزار گردد، مگر این جرگه از لحاظ امنیتی و کاری با چالش های گوناگون مواجه است و همچنان طالبان تهدید نموده اند که اشتراک در این جرگه عنعنوی مساوی با مرگ است و همچنان برخی از کشورهای همسایه می خواهند که این جرگه را مختل کنند و یا هم از مسیر اصلی آن که باید حرکت کند خارج نماید. و همچنان که اکنون ساعت 3 بعد از ظهر است و ما میز کنونی را ثبت می کنیم، یک حمله کننده انتحاری که می خواست وارد محل جرگه عنعنوی گردد از سوی پلیس افغان از پا در آورده شده است. در همین راستا برنامه کنونی امروز را به مسائل امنیتی و تهدید طالبان و همچنان مسائل حقوقی جرگه عنعنوی اختصاص داده ایم. در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست این موضوع را با آقای مولانا فرید، عضو ائتلاف تغییر امید، و استاد غفار گردیزی، کارشناس مسائل نظامی به بحث میگیریم. قابل یاددهانی میدانم که با تماس های مکرر به وزارت امور داخلی کشور کسی حاضر نشد که در این میز شرکت کند و پاسخ بگوید. در آغاز میخواهیم جناب مولانا صاحب از شما بپرسم که در شرایط کنونی از دیدگاه شما جایگاه حقوقی این جرگه را چگونه میبینین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام خدمت بینندگان محترم تلویزیون افغان نیوز، دستن در کاران شما و همچنان مهمان محترم در میز، خدمت باید عرض کنم که جرگه و یا لوی جرگه ها از عنعنات نهایت پسندیده مردم افغانستان بوده است و در طول تاریخ در شرایط بسیار بغرنج و پیچیده جرگه ها توانستن که حلال یک قسمت مشکلات سیاسی، اجتماعی و یا نظامی کشور واقع شود. در کدام زمان این جرگه ها توانستن که حلال مشکلات باشند؟ اگر بسیار به گذشتان رویم، یک دو جرگه ای را که بسیار زیاد رویش تایید میکنند و توانست است که یک قسمت از مشکلات از سر راه ملت بردارد، یکی جرگه است که مربوط میشه به عصر میرویس نیکه و جرگه دیگه با گزینش احمد شاه بابا. خوب است، اما پس از 30 سال چگونه بوده این جرگه ها جناب مولانا صاحب؟ فکر میکنم حتی پس از 30 سال نه، حتی بعد از در میان همین 30 سال در میان همین 30 دهه از جرگه ها به شکل ابزاری استفاده شده است و او جرگه ای که واقعا یک عنعنه پسندیده ملت افغانستان است که مردم به او اراده نیک داره و از او انتظارات نیکم دارن، قطعا از او استفاده نشده است، به خاطر که در جرگه ها تماما به اراده حکومت خواسته شدن، به اراده حکومت اعضای از او انتصاب شده است و به اراده حکومت و به نفع حکومت فیصله ها صورت گرفته و هیچ نوع اجندای ملی که مربوط به ملت بوده باشد نداشته است. آیا جرگه کنونی هم چنین می باشد؟ جرگه کنونی چنانچه که از نامش پیداست که جرگه عنعنوی و ما نمیتونیم ایره لوی جرگه بگوییم. چرا؟ لوی جرگه ها از گذشته ها کارکردهایشان به مردم افغانستان مشخص است و لوی جرگه فعلی در قانون اساسی افغانستان مسجل گردیده است که او عناصر خود دارد، تعداد افراد خود دارد، تشکیل خود دارد و مسئولیت اعضای خود دارد، بودجه خود دارد، تمام چیزی دو مشخص در قانون اساسی است. و ایره براتون بگویم که جرگه ای که به نام جرگه عنعنوی یا جرگه مشورتی، ما هیچ جایگاه حقوقی در هیچ جزء ماده یا فصل از قانون اساسی افغانستان برازی جای نداریم. و این چیزی است که جرگه اگر غیر قانونی می باشد، چی فکر میکنید فیصله ها و یا هم تصامیم یا مشوره های این جرگه چگونه میتونه که مشروعیت داشته باشد؟ جواب از این از سوال واضح هست. وقتی که یک چیز غیر مشروع و غیر قانونی باشد، نه فیصلهش مشروع است و نه فیصله از او به نفع ملت، نه به درد ملت میخوره و نه فیصله از او جایگاهی را پیدا میکند که ملت به او احترام بگذارد. بنابراین
از اساس این جرگه منفی است و هیچ نوع مشروعیت حقوقی، مشروعیت ملی، مشروعیت قانونی ندارد. بنابراین ساخته و پرداخته حکومت است. به خاطر اجنداهای پشت پرده ای که حکومت دارد این جرگه تدویر می شود. بنابراین فیصلهایش هم قابل احترام مردم نیست و غیر مشروع است و این ملت به شدت رد می کند. سپاسگزاریم. دوباره برمیگردیم جناب مولانا صاحب. جناب استاد، طالبان اعلان نمودند که طرح امنیتی دولت را برای نشست جرگی عنعنوی به دست آوردند. ارزیابی شما در این مورد چیست؟ با عرض سلام و ادب، در رابطه باید گفت که ما خو در قدم اول این مسئله را از لحاظ تکتیکای جنگی یک مسئله تبلیغاتی میدانم. در قدم اولش. ولی در قدمی دومش هر کسی که می کار کده، یعنی جای شک نیست که ممکن این موضوع بیا چیز به دست نورده باشه، هر کسی که می کار کده چه از قدمی بالا تا قدمی پایین خیانت ملی مرتکب شده، یک جنایت ملی است، خیانت ملی است. ای اصلا بازی با تمامیت ارضی استقلال حاکمیت ملی نوامیس ملی وطن از بس. هر کسی که به هر تحت هر عنوان تحت هر شرایط تحت هر وعده و وعیده که می کار کده بزرگترین خیانت است که باید به میز محاکمه کشانده شود و به جزای اعمال اگر شناسایی شود بس. و ما فکر میکنم، ما فکر میکنم ببینید از لحاظ پرنسپای نظامی زمانی که یک موضوع و تا به اصطلاح به صفی بسیار بلند اتخاذ میشه، در مقدمه بالا اتخاذ میشه به اسم. در قدمه بالا نهایتش قدمه دوم، نهایت قدمه سوم، به خاطر که قدمه سومش قدمه تطبیق کننده همی پلان میباشه، این کل گپ از بالا افشا شده. در قدمه پایین یک سرباز عادی، یک سایه منصب عادی نمیتونه که یک ضابط کماندان بلوک یا کماندان توله یا کماندان کندک کارا بکنه. این به خاطر در طول می تاریخ، در طول 30 سال جنگا هر موضوعی که افشا شده از قدمه بالا افشا شده. هدف چی است؟ هدف است که متاسفانه که ما مردم یک کمک سر نفس خود حاکمیت نداریم. فقط سه چیز مردم افغانستان تباه و برباد کرده. یکی مسئله مذهبی را بسیار تباه و برباد کرده که اسلام بگه در خطر است. نمیفهمه که اسلام چی است. فقط هم دومه دو خانه و آبا و اجداد خود خراب کرده، میره میگه اسلام در خطر است. چرا در طول 30 سال مانه دارد که اسلام ما به دست بریم؟ یکی دومی که افغان در مقابل چوکی هیچ مقاومت نداره. فقط چوکی رو برش وعده بده، بگو وزیر استی، صدر اعظم استی، جمهور استی. همین طرح اگر افشا شده باشه از سوی مقامات شده. بله. پس مقامات دیگر چی چوکی میخواهند؟ ببین ای دیگه اگر پس بگم جمله خود ختم کنم پس برمیگردم. اگه بعد دو میگه مقابل پیسه افغانش مقاومت نداره، فقط پول برش بده، وقتی که چوکی داره نال پول برش واده میده. حالا فکر میکنم پول برش در بدل پول داده شده باشه برای طالبان با اون که مقامات افغان رد کردن. فکر میکنید در بدل پول داده شده باشه؟ در فرم است که کار شده، در فرم میره رد نکنه. در فرم ما گفتیم که یک مسئله تبلیغاتی شاید باشه، در فرم میگفتم، ولی از لحاظ کمی مسائل مثلا پیشتر اونو گفتن که در لوی جرگه یک انتحاری صورت گرفتن. امکان داره که چنین طرح با چنین عظمت یا بزرگی سوی همین مقامات افشا شود یا هم به دست طالبان برسد؟ آها، یعنی تو ببینید شما، ما میخواستم جمله بخاطر گپم فراموش نشه، چرا سرم دوما بعدم گپا زود ترکان میکنم، ایران کدامش زود بوگه بسا. در قول 5 امروز در افغانستان ما قول 5 میسا زیاد نفوذ داره. از قدمه بالا در جمهور گفته تا قدمه پایین مردم جذب شده قول 5 و هو کوشش میکنه که یک خرزابطه یا یک ضابطه یک عسکر جذب نکنه، قدمه بالا رو جذب کنه که دیگرا برو چک چک میکنه، برو زنده باد مرده باد میگه، او رو جذب کنه که تو دیگرا رو بگه این کارو بکو این کارو نکو. خودت فکر میکنید همین مقامات جذب شده یا طالبان باشن؟ پس چی فکر میکنید؟ اگه تو نیست چطور امکان داره که در طول 10 سال سرزی وطن دریای خون دی وطن جریان داره و تار تدابیرش نه دولت افغانستان گرفته میتونه، نه حزب هم، نه تنظیم ها گرفته میتونه و نه بلاک ناتو و تمام اباد خود به چلوم لک دنیا گرفته نمیتونه. چرا شناسایی نمیشن؟ پس شناسایی شده نمیکنه، کار نمیکنه قصدن. باید کیها کار کنه؟ آها، پس اینا تو گپ است یک وجدان سالم افغانی کار داره. این نه افغان کار داره، نه ازبک کار داره، نه پنشیری کار داره، نه گردیزی کار داره، نه جلال آبادی سریگان، یک افغان کار داره. این وطن به یک افغان ضرر داره. افغان چه کار داره؟ در مقامات بلند را کار میکنن افغان نیستن از دیدگاه شما؟ از لحاظ فرم ظاهری خود که پشتو فارسی میگه افغان هستن به حساب، ولی از لحاظ باطن خود افغان نیستن. اگر افغان بودن در 10 سال در وطن دریا خون جار نمیشد. منابع تامیناتی دشمن معلوم است، دشمن خودش معلوم است به حساب، تمام گپاش معلوم است. چرا ایران ایراد بنای بره؟ دشمن بالفعل دستگیر میشه، دستگیر میشه، میبینیش کسی بس چیز براش نمیگه. پس چی مونه؟ ای چی یعنی فکر میکنید که اینها هم دست با طالبان یا مخالفین دولت افغانستان هستن؟ اگر یان نیستن، پس خیلی لطفاً خود تعریف کنه که یا کی هستن که کار میکنن. اگر یا هم دستشان نیستن، اگر یا واقعا میگم افغان هستیم، پس کجاست افغانیت ما که هر روز ما خود در خون جنان این کار را اگر کرده باشن، این طرح برای طالبان داده باشن، متشکل از چه کسانی خواهد بود؟ آها، ببینید من پیشتر برتون یک کلمه را گفتم، یک جمله بسیار مختصر از لحاظ استخباراتی برتون گفتم. قول 5 برتون سمجه قول 5 وظیفه شمیس از لحاظ شبکه استخباراتی که قدمه بالا رو جذب میکنه، از شمول رژیم گرفته تا قدمه پایینش به حساب. در بدل چه امتیاز این طرح فاصله باشه؟ اینا گپش مثلا مثالش میگم، رئیس جمهور ما چی مجبوریت داره که از ایران مثلا فرض میگم 8 لک یورو مانس یا سالانه مثلا از او جذب میگیره؟ مثلا چی مجبوریت داره؟ چی کار داره؟ گدایگر است؟ ها ای گدایگر است، بادارش مالو مثلا بادار خود باید بگیره. مثلا چی مجبوریت داره که مثلا از ایران 8 لک 8 لک چیز یورو چک که میگیره خودش هم اقرار میکنه؟ چی مجبوریت داره؟ گشنه است؟ تشنه است؟ گدایگر است؟
اگر ملتش گدایگر است، پس جمهوریشون باید گدایگر باید باشه. اگر ملت وقت ازش خود دراز میکنه که بلاز خدا برای ما بتن، امنیت ما را تامین کنه، برای ما لقمنام بتن، برای جمهوریشون باید نان خوش باید بخوره. برای ما نسبت به این ذلتی که ما متقابل میشیم، یک لقمنان خوش خوردن برای ما بسیار افتخار است. در غیر اگر همون نباشه، مرگ برای ما بسیار شرفمندانه است. ما بگوییم که الکی غلامی ده بینی خود ده گوش خود ما برد. طالبان در زمان انتخابات ریاست جمهوری هم تهدید کرده بودند که هر کس رای بتن گوشی بینیشان یا میبرن و یا هم کلکشان را قطع میکنن. چون این کار هم از سوی مخالفان دولت افغانستان یا طالبان صورت گرفت. حالا همچنان برای بعض از اشتراک کنندگان در جرگه عنعنوی مسیج فرستادن و یا هم پیام تلفنی فرستادن که اگر شما شرکت کنید، شرکت شما در جرگه عنعنوی مساوی با مرگ شماست و یا هم گوش بینیتان بریده میشه. آیا چون این کار بعد از جرگه عنعنوی یا بعد از برگزاری عنعنوی طالبان خواهد توانست که انجام بتن؟ یک موضوع خدمتتون عرض کنم که ما بیشتر موافق با گپ بزرگوار هستم با منظور از این که ما فکر میکنم که گپ طالبان جنبه تبلیغاتیش بیشتر است نسبت به اینکه جنبه عملی داشته باشد. از این لحاظ کدام حرف طالبان؟ امی که تهدید کردن یا ما نقشه امنیتی لوی جرگه را به دست آوردیم یا ما گوش بینی را می بریم. اما زمانی که در انتخابات ریاست جمهوری گفتن ما کلک را قطع می کنیم، اجازه بتن ممی 60 افراد اشخاص پیدا شد که قطع کردن. اگر حالا چون این کار را کردن همی تانم جناب اگر اجازه بتن ممی امروی موضوعی جواب شما. ما به دست آوردن نقشه امنیتی جرگه ساختگی آقای کرزی از لحاظ نظامی، گرچه من یک متخصص امور نظامی نیستم، فکر میکنم انقدر چیز مهم نیست. چرا؟ هیچ وقت ما خطوط جبهه منظم جنگی در برابر دشمن نداریم تا نقشه جنگی ما به دست بیاید و او جناهای آسیب پذیر ما را متوجه شود و از او طریق اعمال نفوذی انجام بدهد و حالت به شکلی برد که یک جبهه را مواجه به شکست بسازد. سپاس. اما مختل کرده میتونن این جرگه را یا نه؟ مختل قبلا هم کردین و همی فعلا هم که شما گفتین اطلاع گرفتم یک عمل اخلالگرانه را انجام دادین. پس و ایران بر دولت را از دیدگاه شما ضعیف نمی سازن؟ و یک چیز دیگر هم برای شما بگیم که و این عمل اخلالگرانه از گذشته ها تا امروز ادامه داشته. در قصر وزارت دفاع افغانستان عمل اخلالگران صورت گرفته، متوجه شدین؟ ای در یکی از شفاخانه های نظامی وزارت دفاع افغانستان صورت گرفته است و ای بزرگترین تعداد محبوسین ترورست از زندان توسط از اونها فرار داده شده است. ضعف شما... دولت سوال نیست. این دولت از اساس ضعیف است و حتی این دولت دولتی است که به اون نیروهایی که مسئولیت امنیتی را به واسه پرده است با اونم یک مشوره درست در یک چارچوکات نظامی و تخصصی ندارد تا پلان و پروگرام را به وضع کند. چیزی را که برای شما به ارتباطی که دست کلک و گوش بریده شد، شکی نیست که طالبان این کارا را کردن. طالبان بعد از این بی‌رحمترین هشدار دادن، بعد از این هم ممکن کسانی که اشتراک کنند در جرگه ممکن همین ممکن کار را کنن ممکن اما یک چیز دیگه در نظر داشته باشه که ما در انتخابات ریاست جمهوری نظر به اطلاعات کمیسیون فامید انتخابات تقریبا در حدود 40% مردم اشتراک کرده بودند، اما ما شاید از 40% کلک 10 نفر بریده دیده باشیم. سپاس. اما بنان هشدار که داده بودند عملی کردن بسیار به تک به شکل محدود. و گپ جدی ما است که ما تاسف ما دایست که و همی وکیلی که از این جمعی رواد نماینده جرگه است با یک جرگه ساختگی غیر قانونی که رفته است وقتی که میره برمیگرده و او کلکش بریده میشه، این بسیار تاسف است برای ما. به خاطر از اینکه اگر یک انسان در یک جبهه دفاع کلکش بریده میشه، در انتخابات ریاست جمهوری سرش بریده میشه به خاطر اشتراک یک امر واجب، یک امر مشروع است، یک گپ ملی است، هیچ باکی نداره. اما کسی که در این جرگه می پایش خون میشه، این دولت مسئول است به خاطر کار غیر مشروع، غیر قانونی با مصرف بودجه گزاف ملت افغانستان میخواد آمالا و خواسته های خود تطبیق کنه و ای که بر مردم هم آسیب برسد. در هر نگاه این دولت پاسخگو است. مسئولیت یا مسئولیت امنیتی کسانی که اشتراک میکنند در این جرگه را حفظ کنند. اما شکلی که کارهای غیر قانونی را انجام میده، باید در فکر مسئولیت مشترکین جرگه هم یک فکر بکند.
امو کاری که امو شکلی که تانست جرگه غیر قانونی مخالف قانون اساسی افغانستان مخالف عنعنات پسندیده مردم افغانستان که لوی جرگه تاریخی بوده است. جناب مولانا صاحب بیش از 2000 نفر چرا شرکت میکنن؟ اگر من رئیس جمهور افغانستان باشم 10000 نفر به اشتراک میکشانم. 10000 نفرم من در یک جرگه میتونم دعوت بکنم. این چه امکانات اشتراک میکنن و این کار غیر قانونی است از دیدگاه شما میپذیرن؟ این کسانی هستند که به ابتکار والی، به ارتکاب به ابتکار ولسوال، به ابتکار وزرا، به ابتکار رؤسای امنیت، به ابتکار افراد دولتی در ولایات چند نفر دولتی دستچین شده است به نام نماینده مردم انتقال داده شدن به مرکز. این مشکل برای یک دولتی که سرمایه در دستش است، امکانات در دستش است، پول ملت در اختیارش است، 10000 میتونه جمع بکنه. این کدام مشکلی وجود ندارد. در غیر از او تعداد اصلی اعضای لوی جرگه قانون اساسی افغانستان 750 نفر است. تشکر آقای مولانا. بیننده های گرامی، باز هم قابل یادهانی می دانم که با تماس های مکرر به وزارت امور داخلی افغانستان، البته به دفتر مطبوعاتیشان، کس حاضر نشد که در این میز شرکت بکنه و حرفای خود را بگوین. جناب گردیزی صاحب، هرگاه طالبان طرح را به دست بیاورند یا اینکه با استفاده از این طرح طالبان خواهد توانست که لوی جرگه را قسمن یا کلن مختل بسازن؟ من فکر میکنم به هیچ عنوان نمیتونه که تمام جرگه را مختل کنه. یک فیر راکت فرض میکنم یک آدم تا اونجا را آمدن یک کار کردن امکانش ازی موجود داره، لیکن من چی میگم؟ اما من حراس اشتراک کنندگان چی گونه یقین نمیدونست. شما میفهمید که یک از تکتیک های جنگ چریکی، ما چندین نفر میزاگر گفتیم که فاسد ترین تکتیک، بدنام ترین تکتیک، خونین ترین تکتیک و بی عزت ترین تکتیک، حتی هم کسی که می تکتیک پیش میبره او از جمله در آخر قدمی آخرش از جمله انسان حساب نمیشه. من هست استاد برتان مال دلش بود میگم برتان. ببینید در افغانستان ما 30 سال جنگ صورت گرفته میجن. 30 بار 30 سال جنگ، امی کسایی که دمی مسائل جنگ و جنگ بازی گپا بودن چقدر جنایت دمی در افغانستان مرتکب شدن میسا. این مسئول چی بود؟ هیچ کس پرسونا باز خواست زیر نکرد. ولی جنگ چکتیری کی از خود یک پرنسپ داره، از خود قماندان داره، از خود یک اصول مقرر داره. یه تو خونه تو بر نفر بکش، باز وقتی که ما پاتا گرفتیم باز مال مت به چور کو کارش بفروش. سیم بر قبل کش فرض میکنم کامپیوتر موتور بکش، تیاران ماژنا شب بکش، آین کنر بر سر پاکستان بفروش مثلا. و بگو کی مال بتول مال چی سگ مال چی بلش میگم غنیمت از به حساب کرد. این امکان داره؟ ای اصلا هیچ امکان نداره. دومی است که همین مردم تا به همین لحظه را که فرض میکنم ببین بعضی که از بحث ما بسیار دور نشیم چون ارتباط به میگه میگیره همین موضوع که شما تا این حد در افغانستان باز جنایت میبینید، این کلش مسئول 30 سال جنگ هستند. کلش مسئول 30 سال عدم قمانده درست در اون وقت به حساب که عوامر یا رگ رهبر پرسون از نکرد تو چرا می نفر به جای کشتی، پرسون از نکرد که چرا می مال بتال ما را چور کردی، پرسون از شما پرسون وجود دارد آلق نداره بخی آلق خب دیگه یک حساب است. چرا تو 3000 تومان سر پاکستان فروختی؟ تو چرا فرض به طور مثال مثلا امی سلام محمد دیپور سر من فروختی مثلا یا این کار کردی یا چرا مثلا می خون ملت به جای رفتن؟ یک موضوع استاد میخوام بپرسم که اگر طالبان حمله بکنن یا طالبان بخواین که همین جرگه را بر هم بزنن در روز برگزاری یا فردا یا همان روز یا پیش از همان روز، چگونه یک حمله خواهد بود؟ بسیار خوب، اینا الان خود زیاد که یا شمشیر کنه زیاد. لیکن من بل پیش از پیش برتون میگم که طالب به هیچ عنوانش، حتی که فرشته زمان هم بگرده و ملائکه آسمان هم بگرده، در خیمه لو جرگه نفوذ کرده نمیتونه. پس دلیل ممکن داخل شده بتونه، مثل که قبلا در جرگه داخل شدن. گفتم قد فراموش، من میگم گپ چه برات، تا که دست نباشه، تا که می سه ارگان امنیتی سکش نگیرم اجرا سن تسلیمش نکنه، این ناممکن گپ است. خلاص برات بگم یکی، و اگر میتونن این فرشته های زمان میتونن خیراسن بر راستن در دبغر کرزه از شاخش بگیر بالا کنه. اگر میتونن یک بزرگ هستن کلا رد خود سر خود ماندن راستن بر شونه امریکا رو کرسی خفق نسبتا بکشیم بس. اگه کار قدم میتونن، اگه واقعا یک کرامت داره بس. ولی کرامت نیست، ما بل افغانای بدبخت هستیم، ما بدبخت هستیم، ما وطن فروش هستیم که مقابل همه گپای خودی وازی کنیم مسائل رو با تمام اباد علمی نیروی امنیتی نیروی استخباراتی افغانستان برای چیز چرا نمیتونن که این گپ اینجاست که نیروی استخباراتی افغانستان در بازم تا جایی که من خبر دارم بسیاریش میگم که تا جایی که من شنیدم یا من میفهم از لحاظ پرنسپ های تاکتیکی استخباراتی کشفی بسیار این بیچاره بسیاری وقت راپور که میتن راپورش کس قبول نمیکنه. میگه اگر بکر میگم ما رو در تاکید سپاس گذاریم همان گونه که امروز یک شاهکاری میکنن حمله کننده انتحاری یا بکس انفجار پیشش میباشن و نارسیده به مقصدش از پا در میارن،
همیشه چرا چنین نمیشه؟ این خوب بسیار گپ بسیار خوب است. سوال دمی جستگ، سوال دمی جستگ. چطور میتونه که یک انتحاری میره دوتر دانتان کنند دل میره اونجا دو دو بالا میشه دزد که پوستای تلاشی تیر میشه اونجا خودم میره سر و جنگ میکنه. چطور میتونه که انتحاری فرد میگن شفقانه چهار سال بسته؟ نفوذشان چقدر نقش میداشته باشه در اینجا؟ نفوذشان همه که نقش داره که فقط میگه که ما همینجا هستیم و چند تا ایجنت چند تا وطن فروش دیگه هم امرای ما همینجا هست بساز. ما از این وطن فروش ها سوال میکنم کبره داریم. تو که اگه واقعا طرفدار طالب هستی چرا مندی که طالب سقوط کرد بساز؟ تو اگه واقعا طرفدار طالب هستی چرا می حکومت طالبان رو تکنه نگه دیگه دموخ مثلا باداره سرش حمله نکنه؟ فکر نمی کنید که غیر مستقیم اونا طرفدار به طالبان هستن؟ سعی کنین اگر مسئله تو باشه طرفدار طالب طرفدار حق است که ما طرفدارش هستم شایدتان طرفدارش باشه. اگر مسئله سرزی باشه که طالب عسکر بیگانه است و او میای وطن خود به خاطر پیدا کردن سیاست های دیگر را فتح میکنه بسات. در اون صورت خب با به هیچ عنوانش ما من هست اگر افغان برات میگم به هیچ عنوانش ما وطن فروش نمیشم. به هیچ تحت هیچ عنوانش ما خائن ملی نمیشم بسات که کار ما بکنم. بگذار اگر امی رژیم مردار هم مثلا امی مردار امی رژیم مردار باشه نه اگر فقط مثلا امی باشه. 30 سال است که همه خیانت میکنن و یا هم کسانی که خیانت میکنن هیچ افشا نمیشن، هیچ به میز محاکمه کشانده نمیشن. خیانتی که از دیدگاه شما امروز میشه و ها هم اگر شده باشد که همین طرح امنیتی به دست طالبان سپرده شده باشد این خائنین ممکن دستگیر شوند؟ اگر افغان ها بخواهند، افغان های واقعی بخواهند و دلش در از این وطن بسوزه واقعا بساب واقعا خود افغان میگن، واقعا خود اولاد آبا و اجداد خود میگن، واقعا از تاریخ خود، از تمامیت ترجیح خود، از این خاک مسکین بیچاره که تا هیچ روز خوبی تار نیده و قطره قطره زی سانتی سانتی میتری بخونه هر افغان سرخش بساب اگر از این بشرمه واقعا نکار کده میتونه، اگر نشرمه اونم گفت پس که بعد در امی کشتی دمی دریای خون جریان خواه داشته باشه. سپاس استاد. اگر همین طرح امنیتی بر به دست طالبان رسیده باشد توسط هر شخص یا فرد که باشد چه پیامدهایی برای دولت افغانستان خواهد داشت؟ ما فکر میکنم اول در قدمی اول پیشتر میگم گفتم اگر رسیدام باشه کدام کار را کرده نمیتونه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه از لحاظ نظامی اینجا کدام جبهه مثلا منظم وجود نداره که فرد از یک بغلش نفوذ کنه، یک نقطه ضعیف ما را پیدا کنه و بیا یک 500 تا تانک یا 100 تا تانک بیره یا یک فرکشن تجاوز کنه که بیا شک جا کنه و بیا ما کار ما را بکنه. یک حمله چریکیست و نیت هارد نه حتی شک چند نفر تلفات در بر داشته باشه، ولی ما تاسف به حالت نیروی امنیتی میگم اگر همین کار صورت بگیره ما تاسف به حالت میگم چندین مرتبه بس که میایم علاوه صورت میگیره و این مردم هیچ شرمم نداره و هیچ پند براتون نمیگیره بس از کار خود. سپاسگزارم. این جای شرم آور گپازین. تشکر استاد. جناب مولانا صاحب، همان گونه که شما قبلا گفتین که این جرگه غیر قانونی است، بسیاری از افرادی که امروزه قانونگذار هستند در این جرگه شرکت میکنن، بسیاری از وکلای پارلمان و بسیاری از مجلس مشران جرگه در این جرگه شرکت میکنند، به شمول وزرا، والیان و برخ مقامات دیگر. فکر نمی کنید که اینها همیشان اگر غیر قانونی باشه شرکت نمی کنند، یعنی به نحو مشروعیت میتن برای این جرگه؟ و اگر مشروعیت میتن، این مشروعیت از دیدگاه شما چیست؟ میخوایم یک تبصری گوتو سر گپ استاد داشته باشم. اون موضوع است که استاد واقعا دلشان درد کرده، اگرچه میفهم که اعتقاد اصلیشان این است که همه افغان ها وطن فروش هستند، خدا اینا خواسته اوتر نیست. هیچ وقت ما نمیتونیم کل افغان ها را یا کل ملت افغانستان را به شکل ما وطن فروش بگیم و فکر استادم حتما این چیز نیست. حتما احساساتشان تاریک شده بود نسبت به تنبلی ها و نسبت به بیکارگی هایی که در نظام وجود دارد که ما از این لحاظ وارد تبرئه میکنم. اما یک موضوع دیگه براتون عرض میکنم. ما واقعا فرموده استاد که ما از 30 سال به این طرف مشکلات زیادی در وطن خود داشتیم. ما عامل بحران 30 سال در افغانستان که چرا وضعیت در افغانستان مردم دست به سلاح بردن در برابر یک نظام قیام کردن، این وضعیت وضعیتایی است که حالاتی بوده است که به مردم افغانستان واضح است دیگه ضرورت به بحث و رفتن به عقب نیست. اما آمدیم به ارتباط ای که اگر وکلا شرکت بکنن در جرگه انعنوی ساخته حکومت، آیا این مشروعیت پیدا میکند یا خیر؟ ما یک موضوع را براتون عرض میکنم که یکی اشتراک اشخاص و افراد است من حیث یک شخص، من حیث یک فرد. یکی اشتراک افراد است من حیث یک افراد حکمی و من حیث یک افراد حقوقی. ببینین چند قبل لوی جرگه ملی بگویم یک مصوبه داشت، او مصوبهش به اکثریت آرا فیصله کرد که تطویر جرگه عنعنه‌ای غیر قانونی است.
بنان اگر تمامشان شرکت بکنند تا زمانی که مصوبه با حالت خود باقی است من حیث اشخاص شرکت میکنند، نه من حیث نماینده های ملت، اشخاص حکمی و اشخاص حقوقی. هیچ کدام مشروعیت به نظام نمیبخشدی. باید اول مصوبه خود با دو ثلث آرا اینا پس بگیرند و بگوین جرگه قانونی است. و ای هم که ما میگیم 171 نفر در این جرگه ثبت نام کرده است، ما از پیش شما یک سوال میکنیم که آیا این گپ هم شما از دهن برگزار کنندگان جرگه عنعنوی میشنوی از قول دیگه کس؟ دولت در تمام، تو ببین یک گپ بسیار اساسی رو براتون میزنم. شما ببینین اینمینجا یک سناتور است، اینمی پیشم اخبار رو میخوادرم، یک سناتور گفت است که به خاطر تبرئه کارهای حکومت، چی گفت است؟ رئیس جمهور میتونه که فراقانونی هم عمل بکند. خوب فکر کنین، اینا توتیای نظام هستند. تو فکر بکن منظور شما از توتی چیست؟ توتی کسی است که برش هر گپره که یاد میتی هم بوره میگه، از خود کدام اراده نداره. تو فکر بکن از برای خدا یک سناتور، متاسف میکنم به حال ملتی که به او رای داده رفته در خانه ششته است، در خانه ملت ششته، و او میگه که تطبیق حکم کل قانون واجب نیست. این فکر کو، این صراحتا میگه که تطبیق قانون اساسی واجب نیست، رئیس جمهور میتواند افزون بر قانون اساسی عمل کند. ما این تصورات زیاد داریم در این نظام. یک بزرگوار دیگر که همگی میشناسه، نامش نمیگیرم، در این اخبار نوشته میکند که بسیار بزرگوار بود، یک وقت معین وزارت اطلاعات فرهنگم بوده، گفتن نباید مخالفت های سیاسی و شخصی با رئیس جمهور با مسائل ملی خلط کردد. پایان از این مسائل ملی چرا میگوید؟ میگه ما یک جرگه داریم، جرگه قانون اساسی افغانستان، یک جرگه تاریخی داریم، جرگه اگر جرگه که در قانون اساسی ثبت شده است به معنای نفع جرگه تاریخی نیست. یک بزرگوار بسیار کلان میگوید، بسیار کلان. و شما از لحاظ علمیت هم در مسائل فرهنگی با او آشنایی دارین و این اخبار شما بخونین که به کی ختم میشه. بنابراین از این یاوگویی ها، از این یاوه سرایی ها، از دیدگاه شما کسانی که در جرگه عنعنوی شرکت میکنن همه بلیگویان رئیس جمهور هستن؟ بله، اینطور گفته نمیتونم. میشه که ما اطمینان داریم بالای مردم افغانستان، یک بخش عظیمی از کسایی که ولو رئیس جمهور خواسته، ولو والیش انتخاب کرده، ولو که ولو سوالش آورده یا ارگانهای دیگر در انتصاب از او دخیل بودن، یک دفعه قیام کنن، بخیزن، بگوین که کار غیر قانونی رو ما قبول نداریم. ما اعتماد دارم بالایشان. اما این کارم امکان داره که رئیس جمهور یک چهار نفر ساختگی در چهار طرف جرگه استاد کنه و بگوید که اینمی گپ ما فیصله میکنیم. تشکر، سپاسگزاریم. این جرگه قانونی نیست و این کسایی که یاوه سرایی را به ارتباط قانونیت ازی سرمیتن و اینا خائنین هستن که به قانون زیر پای میکنن. بیننده های گرامی، البته با تماس های مکرر به وزارت امور داخله نتوانستیم که دوستان را از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله در میز کنونی بیان و پاسخگو باشند. جناب گردیزی صاحب، طالبان هشدار دادند که شرکت در لوی جرگه مساوی با مرگ است. آیا طالبان خواهد توانست که این هشدار خود را عملی سازند؟ ببینید، قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم، یک تفسیری بسیار کوچک در رابطه با همین مسئله جرگه مدارم، یک جمله مختصر میگم. اصلا مشکل جرگه را که نو سوء تفاهم در بین مردم افغانستان بار آورده، یا آگاهانه یا ناگاهانه یا قصدن، یا مثلا فرض میگم پوزیشن گپ میزن یا غیر پوزیشن گپ میزن، فقط فصل سوم و فصل ششم است که در فصل سومشون یکی از بند هفتم ماده 64 به حساب قانون اساسی این صلاحیت به وزارت جمهور داده که شما میتونید که جرگه را دایر کنید در حالاتی که بسته تمامیت ارضی استقلال حاکمیت ناموس ملی مثلا فرم منافع ملی مطرح باشه، منافع اولیای کشور مطرح باشه. و ماده فصل ششم هم همین چیزی میگه، شورای ملی میتونه که این مسئله مطرح کنه با تمامی که اعضای شورای جرگه و مثلا فرم میکنم به ولسی جرگه و ازمش مثلا باز اعضای دفرای مثلا قطانوال دیگه میتونه که موضوع اشتراک کنه ولی حق رای نداره بسات. فقط همین تفاهم اینجا بار آورده بسات که دیگه موضوع هم عین گپ است. بعد از اینکه هر کس قانون را به نفع خود تعبیر می‌کنه، اینجا گپ اینجاست که با آقای مولانا صاحب موضوع بر نخوره. پیشتر ما به خاطر که برزی که سوء تفاهم پیدا نشه، ما افغان هستیم، دل ما دای خاک درد میکنه، ما به هوای خاک تنفس کردیم، ما به هیچ چنوانش اول شخصا خودم از این خاک نبر اومدیم، به هیچ چنوانش همین تمام جنگا تمام راکت پراگنی های تمام گوشت نگی خاک ما تیر کردیم و حالا هیچ کدوم موقف مقام ندارن، به هیچ تنظیم مرتبط ندارن، یک آدم مستقل هستم بسام و دل سر خاک درد میکنه. یک امریکایی که منافع ملی خود در افغانستان جزجو میکنه، ما کدام وطن فروشتم که منافع ملی خود در خطر پرت بگم منافع میرم در خطر
خطر نیست. ما وطن خود دوزارم. ما کدام یهود نصارا و تسلیم نیستم، کدام پاکستانی و ایرانی من نیستم هستم. نه کدام روسی، نه کدام آمریکایی هستم. من افغان هستم هستم. منافع ملی بر ما بسیار محترم هستند. ولی ما از افغان‌ها خواهش می‌کنم که تمام تعصبات، تمام گپایی که در ضمیرشان هست، یا کدام استاد پس پرده داره هستم. همین پس کنن به خاطر منافع ملی خود. همین ماده فصل ششم ما می موضوع می که مسئله حاکمیت ملی تمام استقلال ملی و فصل ششم می گپ می‌زنم. فلذا اگر مثلا این مسئله این چنین شرایط هست از دیدگاه شما برای برگزاری جرگه عنعنوی، ببینید وقتی که مسئله اولیای مملکتی مطرح میشه، وقتی که مسئله استقلال حاکمیت ملی مطرح میشه، چون اینجا خارجی اومده گپ سر مسئله اصلا کل اهداف که چرخ میکنه سر پلان سازشی چرخ میفره که امریکا باید حضورش اینجا قانونی باشه به حساب و تا رو اومده به اساس فیصله شورای امنیت ملل متحد اومده بود و به اساس شورای مسئله بن اومده. حالا میخوان که حضور خمی اینجا قانونی بسازن، یعنی معنی مثلا ما رو تایید باید بکنه. همین 10 سال ماجرا شیطانی که یا بلان داشته بود. سپاس بخاطر اما سوال اساسی ببخشید امیگ بود معذرت میخوام که ما گپ سپاس گزارم. سوال اساسی گپ اساسی خوشدار را که طالبان میتن و میگن شرکت در جرگه عنعنوی مساوی با مرگ است. بسیار خوب. این هجدار خود را عملی خواهند کرد؟ بله. از لحاظ بله خواد بکنن. خواد بکنن. به خاطر اینکه گفتن بقت تخمت یا چوچا گفتن دون بذاشم که دوشا بکنن. هر دوشا بده. هم تخم شب بدم چوچا بده. این مردمی که تا اله تاکتیکای جنگ چریکی کار گرفتن و استادشان اینو برشنا داده و امروز استادش خودش می کار جلا وزیر گرفتن نمیتونه میتونه ولی نمیکنه کار. اینا نه به اساس این تاکتیک یا پیش میرن. مثلا هر کسی که بر مخالفین دولت هر چیز هدف هست. هر چیز هدف است، از مراسم ملی فرهنگی کلتوری گرفته تا به جرگه و تا به انتخابات و تا به چی و چیره. اینا نه کسایی که اشتراک میکنن، مثلا پس اگه دهات خود برنی یو خونه میتونه که دولت پشت نفر از 5 نفر از کار استفاده کنه. مثلا اگر پیش از این مرم منافع ملیش مطرح باشه، مثلا مملکتش مطرح باشه، خونه مو گپس که مثلا بیا میگه سر مرا بزن با مال خود خیر هستم، امی تو جنت برو تو قاضی شو، ما مردار بتار مثلا. ولی فیصله آخرین جنت و دوزخ پیش خدا سیبت پیش بنده نیست. بنده چه وقت کار کردن نمیتونه، ممکنه می کارو بکنه. سلام می کاره کرده، سلام گردن ما رو بریدن به حساب ببینید که بمبرم بغل خود واس کنه، آغوش خود واس کنه، منم بغل خود بگیره، منم از خود راندم به حساب. و در جایی که حاکمیت ها میکنن به حساب کل بزور تفنگ به حساب و اون مردم هم تو به اصطلاح من نمیفهم کسن یگان دفاع جناب میشه میگه پرواز استاد قرار است که از تمام محلات و ولسوالی های افغانستان در اینجا بزرگان شرکت بکنن در این جرگه. فکر نمی کنید که موضوع امنیتی یا مسائل امنیتی و یا هم جان همین شرکت کنندگان سخت در خطر می باشه؟ بدون چون چرا اگر کسی که زیاد زیر تهدید هستن شاید ممکن اشتراک نکنن، شاید اشتراک نکنن. اگر کسی که فرض میکنم تحت وقت تهدید قرار نداره، به طور مثال مثلا بیان می کارو بکنن، خب امکان داره که مثلا اقتدار مردم بیان اینجا کارو بکنن، بخواد بند اشتراک خواد بکنن مثلا و نظر خود ابراز خواد بکنن. و این جرگه هم جرگه فیصله کن نیست که اینجا راستن سند سازگی در پیشی جابان و کلشان 2030 نفر در بنزی امضا بکنه. خب یک مشوره میتن گفتن امریکا هم ناتو میگه به گفته و سفیر امریکا میگه به گفته امریکا میگه میتن والا می جری جرگه مشورتی به حساب هر تمام جرگه ها مثلا به استثنای جرگه هایی که مثلا تابوک بدن خوب وقتم دایره میشدن به امر جمهور به مثلا پاچای مو وقت مثلا مشوره میدادن که این کار می رقم شود باز اون به توسط هم قوه مقننه و قضایا و مثلا چی خود عمل می اجرای خود عمل می کنه. حالا من میگم این قضیه است یا راست امضا نمی کنیم مثلا. تشکر جناب مولانا صاحب. گفته می شود که ایران و پاکستان می خواهد که لوی جرگه عنعنوی را از داخل مختل کند. آیا چنین چیز ممکن است و آیا این گونه قدرت برای کسانی که می خواهند این جرگه را مختل کنند و همان گونه که برخ تبصره ها و مقالات نوشته و همچنان فاش شده که ایران و پاکستان می خواهند این جرگه را مختل بکنند، این چنین قدرتمندی در وجودشان است؟ یک زمانی که جرگه ناکام شورای عالی صلح دایر کردن، زمانی که از نحوه کار شورای عالی صلح انتقاد می شد، طرفدارای حکومت می گفتن که یا مخالف صلح هستند، دیگه عربه نداشتن. اما زمانی که مردم از یک کار غیر قانونی انتقاد میکنند میگن این مال پاکستان و ایران هستن، این گپ است که دولت اولی را قبل از همه. ببین جناب مولانا صاحب، کسی که مخالف است با جرگی عنعنوی یا با برگزاری جرگی عنعنوی چرا شرکت میکنن؟ و اگر شرکت میکنن شما گفتین تمام اشتراک کنندگان در جرگی عنعنوی بله گویان رئیس جمهور هستن. حالا که بله گویان رئیس جمهور هستن و جرگی را که شما غیر قانونی میخوانین و میگین به ابتکار رئیس جمهور کرزای این برگزار میشه، پس چرا این بلگویان رئیس جمهور اینجا مختل میکنن؟ آیا نفوذ ایران و پاکستان در اینجا وجود نداره؟ اجازه بدید شما اول گپ مرا پیشتر دیگه رقم توجیه کردین. من پردون گفتم که ما بالای کسایی که در جرگه اشتراک کردن برش احترام کردیم، ما کل زور بلگوی حکومت نمیگویم، اگرچه از طرف بلگوی حکومت اجازه بدید بله
گرچه از طرف بلیگوهای حکومت آمدین اما میشه که مردم افغانستان یک بخش از نماینده های جرگه وقتی که اهداف و اجندای نامرئی حکومت ببینن در برابر اجندای حکومت قرار بگیرن. من یک بار یک بار از این که اجندا را بفهمن شما نمیدونین که فکر نمیکنین که اینها در جرگه شرکت بکنن بلکه همه اهداف را فهمیدن و بعدش در جرگه تانوس حکومت اهداف نفهمیده است. تانوس خود حکومت رو هم نمیدونن. بله نه شرکت کننده میفهمه، حتی خودم رئیس جمهور نمیفهمه که امی جرگه به خاطر چی ساخته شده است. ببین ما برات یک گپ میزنم، امیم رستو برام بگو که پیمان استراتژیک در کجا موادش مشخص شده تا روی از او بحث شود، بازو یک اجندا صورت بگیره برای بحث از یک جزش پیمان استراتژیک. خب شما فکر بکنین، امریکایی ها میگن ما تا سال آینده بعد از 8 ماه ما نمیتونیم گپ نهایی خود روی پیمان با افغانستان بگوییم. هنوز پیمان در هواست اما هنوز پیمانی وجود ندارد. پس خواست جرگه به منظور چی؟ خود از این قابل سوال است. پس روی وقتی که خود تا بالا پیمان وجود نداشته باشه، چیزی حتی دو طرف مذاکره کننده تا بالا بر ازو به توافق نرسیده باشند، پس چرا یا آقای رئیس جمهور با بحث میگذاره با ملت؟ اجندای کوتاه سر اجندا کدام اجندا میخواه مردم بحث بکند؟ بنان از اساس ای اجندا اجندای پیمان نیست، اجندایی است که اگر بعدن افشا شود. جناب مولانا صاحب که ایران و پاکستان بخواهن که امین جرگه را به خاطر عدم امضای پیمان استراتژیک دولت افغانستان یا افغانستان با ایالات متحده آمریکا توسط گماشته شدگانشان در جرگه عنعنوی مختل بسازن؟ ما اینطور فکر نمی کنم که ایران و پاکستان در این حد دیگر چه از این حکومت ضعیف میبینم که خود کلان از این خود همی کلان حکومت ارکان رهبری حکومت فعلا در دست ایران و پاکستان هستند. پیشتر جنرال صاحب اشاره کردن وقتی که ما رئیس جمهور ما با اعتراف خودش یک دلار یک یورو خودشان نحو تبانی با ایران دارن اما در حد نیستن که بتونن ذهنیت 2000 چند نفر کلش تغییر بدن. اما یک 2000 چند نفر منظور ما نبوده جناب مولانا صاحب، بلکه یک ایده محدود. همین ایده نمیتونه یک ایده محدود اینقدر کار بزرگ بکنه. اما یک موضوعی که بسیار زیاد برام فهمید ارزشمند است و است، شما فکر کنین بیاین آیا پیمان عملی استراتژیکی که بین هند و افغانستان امضا شد با مراتب مهمتر است از این پیمانی که تا هنوز هیچ معنوس نیست و ملت نمیفهمد؟ چرا اگر حکومت پاکستان این توان می داشت دشمن درجه که خود هند میگوید باید روی پیمان بسیار فشار آورد تا این پیمان از بین میرفت؟ جناب مولانا اجازه بدید اون پیمانی که با هندستان امضا شد اجازه بده جرگه مشوره داده نشد بلکه بله بله اجازه بده نه بله میتونست که مواد این پیمانه به خاطر این پیمان کارا زیاد انجام بدن. یک گپ دیگر خدمت عرض کنم، بیشتر یک گپ تبلیغی نمی حکومت است. وقتی که موفق نشود در کار رهبری جرگه بگویید که عناصر پاکستان عناصر ایران نگذاشتند، این مقدمه است بر ناکامی های حکومت که با اتهام خود برف بمب خود سر دیگر را بندازد. سپاسگزارم جناب مولانا صاحب. جناب استاد گفته می شود که نفوذ ایران و پاکستان و یا هم ایران و پاکستان می خواهد که لوی جرگه را به مسیر در حرکت از مسیر که در حرکت است منحرف بسازن و کوشش بکنن که خلاف عقد پیمان استراتژیک گام بردارن. آیا چنین چیز امکان داره از دیدگاه شما؟ من در رابطه باید گفت که در جای شک نیست که پاکستان و ایران در این وطن خاک نفوذ داره بسام. به خاطر چی؟ به خاطر که 7 تنظیم در پاکستان جور شده. صرف می آقای صرف می آمریکای کلکوپا به حساب یک. دوم 8 تنظیم دیگه هم بسام در ایران جور شده بود. این مردم که نان مردم خوردن، تو فکر میکنی قراش نان مردم مفت است؟ کسی که نان سیال بخوره در پشت یک مثل است میگه نان سیال خوردن یا پیغور است یا نانش باید بیتی بسام. به نان مردم که گردن انسان لک شود بازو بسیار سخت است که فرض میکنم بازو نان خشک بخوره بس. این متوجه باشی این نان هر چیزی که منم خواسته باشم این کار کرده میتونه یا با پیمانه زیاد یا با پیمانه کم بس. سپاس. اما چرا ایران و پاکستان میخواهند که مانع امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایران به خاطر از این کار میکنه که باشه هم امریکا در اینجا نباشه. امریکا در اینجا نباشه به خاطر که اگر امریکا در اینجا بیایه مثلا فلان هستگ یعنی یک مقدار دست درازیای خود داره که در پاکستان خود بساب به خاطر که 8 میلیون دلار برای یا 8 میلیارد دلار بساب برشان میته به خاطر که تقوی اردوی پاکستان شه. بعدش ما شنیدیم که اردوی پاکستان میگه ما در مقابل 40000 نفر یا مقابل مثلا 60000 نفر که مثلا حافظ گلبادر خان داره ما جنگیده میگه نمیتونیم بساب. یعنی پیش از پیش حضور خود مثلا چی میگه؟ عمر کا
گفته بود که ما پیمان غیر رسمی که پاکستان داره پیمان سال رو ما از بین نمیبریم به خاطر که حمله میکنه سر ما و بالاخره تهرات به پلوری گپا میشه مثلا اینا له وقته که مثلا از این قرار باشه اون منافع ملی خود دنج میبینه ما هست که ما واسه که وطن فروش هست نمیبینه بله افغانستان چرا منافع به خاطر که ما نان بیگانه رو خوردیم نان بیگانه رو کسی بخوره کار کسی نمیکنه افغانستان آیا از دیدگاه شما در امضای پیمان استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در جرگه عنعنوی خواهد بود یا نه ما شخصا خودم به امی طول سیر 10 سال آمریکا رو نمیام مطالعه میکنم پس چرا پاکستان نمیخواد که این امضا شود میان افغانستان و پاکستان اینا نمی که منافع ملی خود را در عدم بله به خاطر که میخواد که در پولی مدین جبهه افغانستانی باشه سبا مثلا راسن میذ مداخله میکنه همین لحظه اگر در داخل پاکستان باشه مشکل نیست اگر در افغانستان باشه مشکل نیست اینا خود ترس که وگینجه باشه باز داستان اونجا نفوذ میکنه میره اونجا پیش اونجا میره بس امر تیاره بی بلوش از باز میدانه ویزا پاس پرواز میکنه گفتم میشه که پاکستان سعی داره که تا پیمان استراتژیک با افغانستان امضا نشه بلکه با پاکستان امضا شود ها او به خاطر زمینه که ما زیاد صلاحیت بده که ما زیادتر مثلا این چرا افغانستان زیاد صلاحیت ها افغانستان به خاطر از اینکه افغانستان چون نانش خورده دانش پره واست مایه و گبزه نمیتونه از خاطر زی بساب این متره کرزی که بنام سوال میشه برکت کی سوال میشه این در سر چاک مزدوری کنه میشه گزار کنه بشه جناب سر چاک مزدوری کنه یا کره با بخوده که از خرمن با بخوده این خرمن بر راست این بلندنگر را جور نکنه یا بخوده که کدام مزدوری در کدام تو که عربستان دبی رفته که مزدوری کنه خواری کنه سر جاب لکه بسه یا برکت از برکت کاخاس کن گوره تاکاس پاکستان منافع ملی خود را در پایگاه های نظامی ایالات متحده آمریکا در افغانستان نمیبینن یا در امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا نمیبینن اگر با خودشان همین پیمان امضا شوه میبینن آها بله چرا افغانستان نمیخواد که بر منافع ملی خود یا طبق منافع ملی خود به خاطر از این کار او میکنه که 30 سال جنگ منابع تامیناتی جنگ آمریکا یعنی در مقابل امضای پیمان استراتژیک بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا ختم جنگ در افغانستان خواهد بود نه اگر به امروز امضا کنه نه اگر امرای افغانستان امضا شود اگر امرای افغانستان امضا شود یه خود کوشش میکنه که بساب از امریکا در مقابل میکار در مقابل میکارش امتیاز بگیره یکی دومیست که میخواد که دمینجا یک نفوذ باید داشته باشه با بگه که ما امرای کار کردیم امرای کار امرای نکردیم با امضای پیمان استراتژیک میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا دیگر پاکستان مداخله کردن نمیتونه در افغانستان اگر به شرط کمی بادارش کال 600 راکت 900 راکت در کنار فایر میکنه اگر با صدای خود بکشه که با خبرت کردیم گوشتم دواز کنی این دفعه چشمت تا دان تا پسرت پاره میکنه مگه دفعه این طرف اومدی بساب به خاطر که دیروز هم اعلان کردن یک از این کانگرسمنای به حساب آمریکا بودن که باز یک در کل نتیجه گیری به این عنوان کرده میتونیم که اگر پیمان استراتژیک میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان امضا شود دیگر پاکستان از مداخله جویی در افغانستان باز میماند و نمیخواهد که این پیمان میان افغانستان و آمریکا امضا گردد بسیار خوب بسیار خوب با یک شرطی که افغانستان اگر جمهوری افغانستان و همین شورای یا همین شورای ملی که باز بعدین تصمیم میکنه یک از ماده‌هاش همین ذکر کنه متوجه باشی فرض مال که نمی همین کارو می قبول کنه با قدیم یه دومین خط دیورند است که یا همین پیمان سرش امضا میکنه سر افغانستان اگر داخل کنه حساب و اگه بگه که اینی مادر اگر تو تطبیق میگیری فرض مال که بخیه از پیش شما دیگه راه گم شده باشه همین کارو بکنه تشکر جناب مولانا صاحب اگر کوتاه بگوین چگونه ممکن است که مشوره ها یا فیصله های جرگی عنعنوی منجر به آوردن صلح و ثبات در افغانستان شود اگر خیلی کوتاه بگوین جناب مولانا صاحب چون وقت ما تمام است وقت خود تمام است و گپم سوالم بسیار پر محتوا و اما جواب کوتاه دیگه ایره خدا پورا کنه اجازه بدین من یک گبرت میزنم که ما قبل از این جرگه های ساختگی حکومتی زیاد داشتیم چندین جرگه دیگه هم داشتیم فقط نتایج این جرگه را با نتایج اونمو کارهای غیر قانونی و حکومت قیاس کنین و خودتان نتیجه را میگیرین من بگم براتون کاری که از راه قانون دنبال نشود جز ضرر دارد برای ملت کدام مفاد ندارد ببینین پیشتر بزرگوار اشاره کردن که رئیس جمهور به مراجعه با فلان فصل قانون اساسی میتونن یک کار را انجام بدن من بگم در اون فصل شرایط شده است که رئیس جمهور میتواند در موضوعات مهم ملی، سیاسی، اجتماعی با آرای عمومی مردم افغانستان مراجعه کند اما بند دوم قانون چی است؟ ببینید مراجعه با آرای عمومی نباید مناقض احکام این قانون باشد وقتی که نهادهای قانونی وجود داشته باشد وقتی که جرگه تعریف شده در قانون اساسی وجود داشته باشد پارلمان وجود داشته باشد مراجعه با آرای مردم ایره نمیگه تو 2000 نفر جمع کو مراجعه با آرای مردم معنیش رفراندوم است تو یک و یک مردم پرسان بو کی کار بکنم یا نکنم او در جواب تو میگه یا میگه یس یا میگه نو بس
خود از او الزام است، خود از او قانون است، او دیگه نمیره. باز یک دیگه شما ماده قانون 90 ببینین، در ماده در 90 ماده 90 قانون اساسی آمده است که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین المللی یا فسخ و الحاق افغانستان با آن ای از صلاحیت‌های شورای ملی است، نه جرگای ساختگی. تشکر جناب مولانا صاحب از حضورتان در برنامه کنونی 60 دقیقه سیاست و جناب گردیزی صاحب از حضور شما همچنان سپاسگزاریم. بیننده های گرامی از شما همچنان سپاسگزاریم که تا این دم بیننده برنامه 60 دقیقه سیاست از تلویزیون جهانی افغانیوز بودید. باز هم تکرار می کنم.